درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC1. خب دوستانی که در رشته برق در حال حاضر در گرایش های مختلف در دانشگاه های ایران در حال تحصیل هستن، یه چند لحظه با هم دیگه میخوایم در مورد بحث برق و آینده کاری با هم دیگه صحبت کنیم. خب همطور که اطلاع داریم به خاطر شرایط کرونا دو سه ترمی هستش که امتحانات و کلاس ها به صورت مجازی برگزار میشه. سیستم های مختلف مثل سیستم های آموزشی که به هر حال در حال حاضر دانشگاه ها دارن استفاده میکنن، مثل وادانا، مثل آموزشی ها، دوستان توی کلاس ها به صورت مجازی شرکت میکنن و امتحانات هم که خب به صورت مجازی هستش. خب متاسفانه به خاطر شرایط فعلی و اینکه حالا کلاس ها تشکیل نمیشه، حتی کلاس های متاسفانه عملی دیده شده که حتی کلاسایی که کارگاهی و عملی هم هستن تشکیل نمیشه و خب به صورت حالا یه تحقیق یا امتحان و حضور در کلاس مثلا این درس ها داره پاس میشه و متاسفانه گاهن هم شاهد هستیم که خب گروه های تشکیل میشه در هنگام امتحان به صورت به عنوان گروه های همفکری، یا اینکه بعضی از دوستان، البته برخی از دوستان دیده شده که خب استاد استخدام میکنن برای اینکه جای اونها امتحان بده. خب چرا برای اینکه در واقع بررسی بشه، احراز هویت بشه، خب شرایطشون وجود نداره، بعضی از دوستان به این شکل در واقع اقدام به پاس کردن درس ها میکنن. خب ببینید، باید از دید دانشجو هم این مورد رو نگاه کرد. یه بخش کاملا درسته، یعنی که درسای متاسفانه در رشته حالا مهندسی برق داره تدریس میشه، مثل درسای عمومی که هیچ ارزشی به عنوان اینکه به هر حال در آینده شما بتونید از این درسها در آینده شغلی خودتون و در کارتون استفاده بکنید، هیچ ارزشی از اون بابت نداره. درسای عمومی که اصلا کلا هیچ، جز وقت تلف کردن به نظر من هیچ چیز دیگه نیست و خب تعدادش هم متاسفانه خیلی زیاد هستش و طوری که شما هر ترمی باید حداقل یکی دو تا از اینا رو تا ترم 8 باید داشته باشین و پاس بکنین. خود درس‌های تخصصی هم دو قسمت میشن، یه بخشای تئوری هستن که باز به نظر من اونا هم هیچ ارزشی ندارن، یعنی یه سری فرمول، یه سری محاسبات دارن که به هر حال اصلا جایی کاربرد ندارن. برای همه اینها ممکنه جدول وجود داشته باشه، نرم افزار وجود داشته باشه، اصلا سیستمی که اصلا نیاز به اون محاسباتی که به هر حال توی اون به اصطلاح درس ها داره به عنوان امتحان از دانشجو خواسته میشه، اصلا نیازی به اونا نباشه. درس های کارگاهی هم که خب اون طور که باید تدریس نمیشه، یا حالا خیلی گذرا ازش رد میشن، یا اینکه اونجور که باید متاسفانه بهش بها داده نمیشه. مواردی هم که خب خیلی میتونه کاربردی باشه و نزدیک هستش با در واقع بازار کار، اصلا در چارت درسی دوستان رشته برق وجود نداره. حالا نمیدونم چه دلیلی وجود داره که به هر حال این موارد گفته نمیشه، حالا آمدانه هست یا آگاهانه هست، یا اینکه نه به خاطر نبودن تخصص و به خاطر نداشتن در واقع اون عزم لازم برای اینکه این درس ها بیاد گنجونده بشه توی حالا رشته مهندسی. دوستانی که به هر حال دارن وقت میذارن 4 سال، حالا یا دوستانی که توی ارشد هستن یا دکترا هستن، بتونن در نهایت این چیزی که وقتی که دارن میذارن خب به طبع یه خروجی داشته باشه و دوستان بتونن استفاده بکنن. پس متاسفانه یه بخشش که دوستان میگن که خب به طبع این درس ها به دردمون نمیخوره، فقط میخوایم پاس بکنیم که رد بشیم، خب این درسته و این بخشش رو خب من قبول دارم. ولی یه بخشش هم هستش که شما خب میخواین هدفتون از این که این درس رو داریم میخونین چی هستش؟ مقطع لیسانس، فوق لیسانس، یا به هر حال توی گرایش های مختلف این درسه که میخونین، بعدش میخواین چه کار کنین؟ ببینید اگر شغل شما مشخصه، ببینید شما شاید بگین که من اگر مقطع مثلا کارشناسی برق خودم رو بگیرم کارم آماده، من لنگ این لیسانسه هستم، لنگ این مدرک کارشناسی هستم، این که توی این دوران در واقع این درس رو چطور پاس بکنم، یاد گرفتم، کاربردی هست یا نه، برام مهم نیست. یا این که مثلا میگه آقا من
هدفم مهاجرته، این لیسانس رو باید داشته باشم، میرم اونجا مثلا ادامه تحصیل میدم، ویزای نمیدم، دانشجویی میگیرم یا حالا هر کار دیگه. اگر به این صورت هستش خب خیلی لازم نیست که شما در واقع کاربردی یاد بگیریم. ولی یه موقع هست نه، شما میگه حالا ما لیسانس میگیریم ببینیم چی میشه، بریم یه جای سر کار. خب الان تو شرایط فعلی خب خیلی از اداره و سازمان‌های دولتی که خب نیرو جذب نمی‌کنن، یعنی شما به امید اینکه حالا مدرک مثلا کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتون بگیرید بعد توی این مراکز بخواید اقدام بکنید و استخدام بشید، عملا این کار که وجود نداره. اگرم میخواین کار مثلا وارد بازار کار بشین، یه شرکتی تأسیس بکنین، بگین خب من نیاز دارم به این مدرک، خب فقط تنها اونم که خیلی دلیل قانع کننده نخواهد بود. شما میتونید از یه نفر دیگه کمک بگیرید، یه مدرکی مثلا بیان اونجا تو این شرکت فعالیت داشته باشه. کاری هم که به اون صورت یاد نمیگیرین شما، یعنی بگین که مثلا من تخصص خاص یاد میگیرم و از اون تخصص بتونم مثلا توی اون شرکتی که میخوام کار بکنم، چون شاید فیلد کاری شرکت شما اصلا یه چیز دیگه باشه، اصلا حتی یک واحد هم در دوران تحصیلی شما برای اون کاری که شما مد نظرتون هست اختصاص داده نشده باشه، پس عملا اون درس خیلی برای شما مناسب نخواهد بود. بهترین کاری که شما میتونید انجام بدین، اگر هدفتون کاره، ببینید اگر هدفتون هستش که خب من دانشگاه میرم بعدش میخوام اینو در واقع وصلش بکنم به بازار کار، این هستش که متناسب با علاقه ای که دارین از همین الان که دانشجو هستین، دانشجوی ترم 1، 2، 3 اینطور نباشه که فکر کنین خب من تا زمانی که به هر حال دانشجو هستم ترم 8 یا اینکه حالا توی مقطع کارشناسی تا درسم تموم نشده فعلا با کار یا اینکه مثلا تخصص یاد بگیرم فعلا با اون کاری ندارم، حالا مدرک رو گرفتم بعد حالا میرم دنبال این که ببینم دنبال چه تخصصی برم. خیر، شما همین الان که ترم 1، 2، 3 هستین و توی این شرایط مجازی که خب فرصت بیشتری داشتین، میتونین یه نرم افزار، یه تخصص، یه حرفه، یه چیزی رو یاد بگیرین که به نوعی به برق هم ربط پیدا بکنه و اینطور باشه که بعد از اینکه شما دانشگاهتون تموم شد بتونین وارد اون رشته بشین و از تخصص و تجربه که توی این سالها کسب کردین و یه بخشش هم از به هر حال مدرکتون اگر یه جایی نیاز به یه کار اداری داره یا یه بخشش ممکنه در درسای شما گفته شده باشه از اونا استفاده بکنید و مسیر بدید به مدرکی که در واقع میگیرین و تخصصی که در طول این دوران کسب میکنید. به نظر من حتی دورهایی مثل فنی حرفه‌ای خارج از مجموعه دانشگاه در حال حاضر خیلی میتونه کاربردی تر باشه، مگر اینکه دانشگاه‌های خاص، بعضی از دانشگاه‌ها بله هستن همین الان خیلی دورهای خیلی خوبی رو در کنار اون درسایی که به دانشجو میدن اون دورها رو برگزار میکنن و عملا دانشجو یاد میگیره و متخصص میشه و میتونه از این تخصص خودش توی بازار کار به راحتی استفاده بکنه و کسب درآمد بکنه. در غیر این صورت صرفا اگر یه دانشگاهی داریم میریم که به هر حال خیلی شاید سطح دانشگاه بالا نباشه یا مثلا دانشگاهی که خیلی سخت نمیگیرن به شما، جدی نمیگیرن، مخصوصا تو این دورانی که به هر حال به خاطر کرونا اکثرا مجازی بوده و به شدت مطمئن هستم که سطح علمی دانشجویان پایین اومده و بلافاصله حالا از این ترم قراره دوباره مجازی بشه از حدود 1 ماه یا 2 ماه دیگه، اونجا امتحانات این ترم مشخص میکنه که دانشجویان چقدر توی این 3 ترم درس خوندن و اگر یه ذره بخواد استاد سختگیری بکنه مطمئنا دوستانی که در واقع درسایی رو که این ترم دارن اگر در واقع بخواد امتحانا مجازی باشه و پیش نیاز این درسایی که این ترم دارن اگر درسای ترمای پیش باشه که به صورت مجازی حالا با یه مقدار ارفاع و کمک دوستان اگر پاس کرده باشن مطمئنا این ترم گیر میکنن، یعنی حتی درسای خودشون هم نمیتونن پاس بکنن چه برسه به این که بخوان یه کار جانبی رو انجام بدن. برای همین مطمئنا سطح علمی دانشجویان به شدت پایین خواهد اومد با این شرایط فعلی، برای همین شما باید جبران بکنید. حالا به هر حال توی شرایط قرار گرفتین چون نیاز نبوده که خیلی درس بخونید، درس ها راحت تر پاس شده، الان دیگه همزمان با این که مشخص شده که مثلا درس ها میخواد دوباره حضوری بشه شما باید یه تکونی به خودتون بدین،
هم درسای دانشگاهتون رو در واقع مطالعه بفرمایید. خیلی لازم نیست که نمرات خیلی بالا بگیرید. درسای شما درسایی هستش که متاسفانه خیلی هاشون در آینده اصلا به کارتون نخواهد اومد. برای همین من به نظر اگر نظر من رو بخواین بهتره که انرژی بیشترتون رو برای تخصص جانبی و تخصصی که در واقع به نوعی به وابسته، حتما لازم نیست گرایش یکی باشه. شما ممکنه شما، من خودم رشته دانشگاهی برق قدرت بوده ولی خب به اتوماسیون و به بحث کنترل علاقه داشتم، ممکنه یه فرد دیگه برعکس باشه توی قدرت خیلی موفق باشه. داشتیم دوستانی که به هر حال همون قدرت رو خب به تبع زمانی که دانشگاه درس می‌خوندن خب علاقه داشتن، الانم خیلی هم موفق هستن. علاقه شخصی من مثلا این بوده، ممکنه علاقه شما چیز دیگه ای باشه. سعی کنین که به هر حال تخصص کسب کنید و به هیچ وجه اکتفا نکنید به درسی که الان در حال حاضر دارم به شما میدم. خیلی از دوستان متاسفانه تصورشون اشتباهه، فکر می‌کنم مثلا توی ترمای بالاتر که برن درسای خیلی کاربردی تر رو بهشون میگم که از اونا میتونن کسب درآمد بکنن. متاسفانه سیستم آموزشی ما اشتباه هستش و با این شرایطی که هستش یکی از دلایلی که دوستان فارغ التحصیل میشن و نمیتونن کار بکنن به خاطر این هستش. برای همین اینکه اگر ترم پایین هستین حتما در این مورد یه مقدار بیشتر فکر بکنین. هر جایی هم که نیاز هستش و در توانمون هست کافیه که با ما در ارتباط باشین، ما روی بحث مشاوره در خدمت شما خواهیم بود. کافیه که علایق خودتون رو توضیح بدین برای ما تا اون رشته ها و تخصص هایی که میتونه به شما کمک بکنه و در آینده برای شما کسب درآمد ایجاد بکنه، یه شغل پایدار و مطمئن رو برای شما ایجاد بکنه، در کنار تحصیلتون انشاءالله این تخصص رو هم کسب بکنید. تا آموزش های بعدی و مشاوره های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. پیروز باشید.